با کار کردن هیچی درست نمیشه، باید یه کاری کرد. زنها آدمهای دغدغه‌مندتری هستند، توی خط مقدم زندگی بیشتر وایسادن. برادران لیلا دنبال کار میگردن، میخواد یه کاری را بندازن. با کار کردن هیچی درست نمیشه، باید یه کاری کرد. بعد به نظرم همین قد خوبه، بیشتر نگیم، حالا تو سوالا در میاد دیگه. به پسره، خودم بیکاری خوشم نمیاد. میخوام بابا آبرومون رو بردی. لیلا بیا بازش کن تا سکته نکرده. ده بار خواستم تنهایی یه کاری بکنم، نتونستم. تنهایی چیه؟ با منوچه را مینداختین، سه تا داداشی دیگه هم داری. با تو دعوت کردن عروسی به عنوان بزرگ فامیل بره، اول از همه کادو بده، بیشتر از همه هم بده. بهش میگیم کم کادو بده. من هم فکری میخواستم، یکی که پا به پای هم بدویم، یکی که هیجانی تصمیم نگیره. نگو نمیتونه بابا، بزرگ فامیل هر چقدر بخواد کادو بده، بقیه مجبورن کمتر از اون بدن. یه کاری راه اندازی با خلاف و جهل و اختلاس خودشو به باد میده. یکی از دوستانم داشتن خونهشون عوض میکردن، سر خونهشون 90 متر بود، میخواستن خونه بزرگتر بخرن. بزرگ فامیل بخواد کم کادو بده، نفر بعدی بعد کمتر، نفر بدتر بعد کمترتر. یه اتفاقی برای یکی از دوستانم افتاد که الان توی فیلم هیچی ازش نمونده ولی تأثیرش مونده. این خونه ها رو فروختن و یه پولی هم گذاشتن روش که خونه بزرگتر بخرن. تو تا یه دفعه عروسی نکنی آبرو حیثیتت مثل من نره، نمیفهمی فامیلا این چه عوضیاییه. ولی تا دست به جنبوندن انقدر همه چیز گرون شد که اینا با تمام پولی که داشتن رفتن یه خونه خیلی کوچیک‌تر خریدن به جای اینکه خونه بزرگتر بگیرن. تو عروسی تو حاج غلام کم سکه داد؟ اینو جلو یکی بگو که زیرو بم تو ندونه. اونجا این یه جرقه تو ذهن من خورد و با من موند. علیرضا من بدترین شب عمرم، گوه ترین شب زندگیم شب عروسیم بود. 300 تا صندلی چیده بودیم، 50 تاش پر نشد. مدت زیادی معمولا نوشتن هم طول میکشه. توی اون نوشتن برای بازیگرهای خاصی مینویسم، یعنی اینکه بازیگر رو انتخاب میکنم و مینویسم. این عروسی بایرام پدر داماد 35 تا میخواد بده، بابای ما باید 40 تا بده. بعد پروسه پیشتولید داریم، تو پیشتولید یک بخش زیادی از زمان رو میذاریم برای تمرین کردن. حرف بزنین که با هر جور در بیاد، گاهی از این تقلبا کردن نه که همیشه. بابا با ایران پول عروسی گرفتن نداره. بعد میریم سر فیلم برداری، دوباره سر فیلم برداری هم همه چیز از قبل طراحی شده است، یعنی که فیلم دکوپاژ شده است، فیلم تقریبا تکلیفش از همه بابت روشنه. مبارکه بده ما چش بکنم نه به یه قشنگم. صورت بچه رو نمیبوسن که، واسه همین اومده سراغ تو. واقعیت اینه که خیلی از زندگی ها زنها آدم های دغدغه‌مندتری هستند، توی خط مقدم زندگی بیشتر وایسادن. این که پسر نیست. اینه هاش بابا جلو چشته، پشره بازش نمیکنه ببینم. سرما میخوره بابا، واقعا مثل خط مقدم جنگ و اونها از زندگی فرار نمیکنن، پشت چیزی خودشون رو پنهان نمیکنن. این طبقه رو من خوب میشناسم، من اونجا بزرگ شدم. فقیر به شکل کلیشه‌ایش نیستن این خانواده. قنداق بکن ببینم. خب سخت بازو بسته کردن قنداق بچه. بهانه نگیر وازش کن پدرت. یعنی اون ماشینشو داره، اون یه جایی بالاخره یه شغلی داره، یه درآمدی داره. ببینید کلیشه ها رو توشون پیدا نمیشه کرد. همه این 5 تا دختر رو اولش گفتم پسره. من از واقعیت ایده میگیرم برای فیلم ساختن و از فیلم ها ایده میگیرم برای زندگی کردن. آدم ها برای من تو این فیلم مهم بودن و روابطشون مهم بود. این فیلم سراسر از زندگی اومده، از واقعیت اومده، یعنی از یک متوسطی برخوردارن ولی خب میخوان به یک شغلی برسن، میخوان طبقه عوض کنن که موفق نمیشن.